اعتراض مردم شهر کرد با شعار مرگ بر ولایت، اعتصاب پرستاران بیمارستان‌های کاشانی و هاجر شهر کرد، اعتراضات مردمی در بیجار، مریوان، سقز و دیواندره در استان کردستان، تجمع اعتراضی بازنشستگان زغالسنگ کرمان، حرکت اعتراضی رفتگران زحمتکش شهرداری منطقه شش شیراز، اعتراض کشاورزان خراسان اصفهان، اعدام 4 زندانی در لاکان رشت و اهواز، زندانی سیاسی غلامرضا خسروی از زندان اوین. هوادار سازمان مجاهدین هستم و هیچ ترس و هراسی ندارم به چوبه دار سپرده شوم. مردم خشمگین شهر کرد با شعار مرگ بر ولایت علیه حضور آخوند نوری همدانی و سخنرانی او در میدان معلم این شهر اعتراض کردند. به دلیل حضور این آخوند مزدور در این میدان، مردم ساعتها در ترافیک مانده بودند. معترضان شعار می دادند، مرجع فاسد قوم، حیا کن، حیا کن، مرگ بر ولایت و مرگ بر حکومت طالبان. در این حرکت اعتراضی روز یکشنبه 17 شهریور، تعداد زیادی از مسافرین که در ورودی شهر ساعتها در ترافیک مانده بودند، به مردم پیوسته و شعار می دادند. پرستاران بیمارستان‌های کاشانی و هاجر شهر کرد در اعتراض به تغییر شیفت از رفتن به سر کار خودداری کردند و در سالن آمفی‌تئاتر بیمارستان هاجر تجمع کردند. حقوق کم و پرداخت نشدن بیش از 6 ماه اضافه کاری و حق شیفت از دلایل این حرکت اعتراضی است. جمعی از مردم بیجار در استان کردستان در اعتراض به وضعیت وخامتبار بهداشت و پخش شدن زباله‌ها در سطح شهر در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند. کشاورزان دیواندره در استان کردستان برای دومین بار در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان میگویند یک ماه است که رژیم آخوندی پول محصولات گندمشان را که قرار بود 48 ساعته پرداخت شود پرداخت نکرده است. بیش از 200 تن از روستاییان روستای دگاگه از توابع صالح‌آباد در مریوان کردستان روز یکشنبه 17 شهریور در اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی در مقابل فرمانداری رژیم در مریوان تجمع کردند. کارگران نانوایی‌های سقز در استان کردستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و نیز اخراج بی‌رویه در مقابل اداره کار رژیم تجمع کردند. این تجمع یک هفته است که هر روز ادامه دارد. جمعی از کشاورزان خراسان اصفهان به همراه نمایندگانشان روز دوشنبه 18 شهریور برای دومین روز متوالی در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از پرداخت غرامت ناشی از قطع آب در مقابل استانداری رژیم در خیابان توحید اصفهان تجمع کردند. روز دوشنبه 18 شهریور بازنشستگان زغالسنگ کرمان در مقابل صندوق امور بازنشستگان فولاد واقع در خیابان اقبال تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند. جمعی از رفتگران زحمتکش شهرداری منطقه شش شیراز در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند و به پایین بودن حقوق‌ها اعتراض کردند. این پنجمین تجمع اعتراضی رفتگران زحمتکش شهرداری منطقه شش شیراز می باشد. رژیم ضد بشری آخوندی 4 زندانی را در لاکان رشت و اهواز به دار آویخت. 3 تن از این زندانیان صبح روز شنبه 15 شهریور در زندان لاکان رشت اعدام شدند. 1 زندانی نیز صبح یک شنبه در زندان کارون اهواز حلق‌آویز گردید. بنا به گزارش‌های دریافتی، آمار زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار کرج حدود 3000 نفر می‌باشد.
سکوهای دار 24 نفره در این زندان برای اجرای احکام اعدام راه اندازی شده و هر هفته حداقل 20 زندانی به دار آویخته می شوند و رژیم هیچگاه خبری از این اعدام ها منتشر نمی کند. زندانی سیاسی غلامرضا خسروی اعلام کرد: من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم، ولیکن هیچ ارتباط تشکیلاتی با آنها نداشتم. با این وجود از اینکه اعلام نمایم هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران هستم هیچ ترس و حراسی ندارم و بگذار به خاطر این هواداری و بغض و کینه ضد انسانی رژیم نسبت به سازمان و هوادارانش به چوبه دار سپرده شوم. باشد که پرچم شرف و آزادگی خلق قهرمان ایران باشم و شهادت من موجب روسیاهی و سرنگونی هرچه سریع‌تر این رژیم ضد بشری گردد. زندانی سیاسی افشین سهرابزاده با تزریق عمدی آمپول مشکوک توسط دشخیمان دچار تشنج گردید. وی که در شرایط جسمی بسیار وخیمی به سر می‌برد، بدون انجام عمل جراحی به زندان مینا بازگردانده شده است. دشخیمان قصد زجر کش کردن این زندانی سیاسی را دارند.